من نامه مرحوم امامو که داشت خوندم تاریخ هم نداشت ظاهرم نامه. من خیلی ناراحت شدم و اینجا اسد هادی داماد امام اینجا بود، گفت خب حالا امام چیزی نوشتن شما رو حرف ایشون صلاح نیست چیزی بگید. من گفتم آخه چطور صلاح نیست؟ یه آدمی که 2 سال 3 سال زندان بهش دادن، حالا هست بالاخره قاضی تشخیص داده 2 سال یا 3 سال زندان بهش دادن، حالا اینو ما فوری بیاییم بگم تو سر موضعی میگه بیاییم بدن تقریه دانش کن. آخه این مسابقه هیچ میزانی جور نیست. بالاخره اسد هادی داماد ما اصرار داشت که شما چیزی نمیخواد بگید رو حرف ما، این که بعد نسبت دادم که ایشون سبب شده این دروغه. ایشون رفتن خونه شون رو ظهر شد، من نماز ظهر عصرم خوندم یه نهار مختصر رو، هر چه فکر کردم دیدم خلاصه این انقلاب رو ما هم در سهیم بودیم و حالا به اسم انقلاب یه کارهای خلافی بشه بالاخره گناه کردن امام هم. من بالاخره نامه نوشتم به مرحوم امام و یه رو نوشتم به شورای عالی قضایی و به اسد هادی داماد اون تلفن کردم که من نامه نوشتم دادم بردن تهران. گفت بنا نبود چیزی برسه. گفتم نه من وظیفه ام. بالاخره همون نامه که در خاطرات هست دیدید من اعتراض کردم و بعدش باز یه تا خلاصه یه روزم این همین مصطفی پور محمدی اون روز قسمت یادم چی بود بالاخره داستان و آقای پور محمدی و میگه میاد قاضی اولین اون حسنتی نگیری و اینا رو من اهدا کردم. گفتم حالا الان محرمه، تا حالا برپس اهدا کرده یه احترام محرم رو حفظ کنید اقلا نکش. بعد یکی دوم آقایون گفت ما 700 نفر الان مهیا کردیم برای اعدام، اجازه بدید یه 700 نفر رو اعدام کنیم بعد و حرف شما کنیم. یعنی چه بدارم یه محرمه نکنید آخر کشتن که واجب نیست آخه چه حد بیدن و مخصوصا اینایی که حالا مخالف ما باشه اینا پسر من هم کشتن، اما من داره این سبب نمیشه که ما بیاییم تجاوز بکنیم به حقوق دیگران. خلاصه من رو اندازه که ادمت اقدام کردم و حدود 2800 یا 3800 یادم از اعدام کردم که بعدم گفتن که شما چرا مثلا رو حرف ما گفتن. گفتن تو قائم مقام که هستی باید حرف ایشون رو تصریح کنی. من گفتم قائم مقام معناش این نیست یعنی بوز اخفش باشه که هر کار کردن، نه بالاخره من خودم عقلی دارم، هوشی دارم، فکری دارم، باید نظرم بدم و این اسمش درگیری نیست، این انسان نظری که داره باید بگه. چطور شد آیت الله خمینی همچین دستور رو صادر کردن؟ نه من نظرم میاد که تو ذهنشون کردن، نه اینکه مجاهدین خلق میخواستن بیان ایران عملیات مرساد و موفق نشدن، تو ذهنشون کردن که اینا همونا، یعنی همونان که میخواستن بیان دو کشور رو بگیرند و اینا، در صورت که اینا غیر از اونا، اونا رو خب گرفتن یه عدهشون رو مجازات کردن، یه عده فرار کردن، اینه ای که تو زندان بودن که اینا در او عملیات مرساد شرکت نداشتن، ولی همطور بالاخره میدونم تو ذهنشون کردن، حالا علایانه گذشت. ولی قرار بود که انقلاب اسلامی پیام رحمانی و رأفت داشته باشه، چطور شد که به اینجا رسید؟ نمیدونم. یه روزی آقای بعد از این جریانی که راجع به مجاهدین گرفته بودن، منافقین به قول اینا، بعدش اومده بودن راجع به کمونیستام یه نوشته زمان گرفته بودن که من اونو ندیدم. اینو آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور بود و رود آمد خونه ما گفت که یه نامه از امام گرفتن که این کمونیستایی که تو زندانن اعدام کن. چه سالی بود؟ بعد از اون جریان، تقریبا همون تا 2-3 ماه 3-4 ماه بعدش، تو همون سال 67 بود ظاهرا، اون 3-4 ماه بعد از اون نامه.
ایشون اومد اینجا گفت یا نانه گرفتن اینجوری آیی خیلی چیزی بدیه. من گفتم چطور اون روز که نامه از امام گرفتن که این مجاهدین خلق که حالا به حسب ظاهر میگن ما مذهبیم اعدام کنن شما هیچی نگفتید؟ حالا گفت امام نامه دیگه نوشته رئیس جمهور وقت اون نامه امام خبر نداشت اینطور که میگفت و من اعتراض کرده بودم اینم. گفت عجب. گفتم بابا جلوتر ایشون سه سال پیش نامه ایشون گرفتن تو زندان ها و چقدر افراد رو اعدام کردن شما چیزو اونا که مذهبی بودن حرفی نزدی. حالا راجع به کمونیست ها ناراحت شده که ایشون گفت عجب من نیم دونست که جلوتر امام نامه نوشتم ایشون که من گفت من تو خاطر نمیدم نوشتم. واکنش آیت الله خامنه ای به اعتراض شما چی بود؟ بله؟ واکنش آیت خامنه ای خب مدد اعتراض داشت. آیت الله خمینی؟ آیت الله خمینی هیچی نمیدون. بالاخره تو خاطرات هست سه بار رد من اقدام کردم دیگه حالا بعدش لابد یه عده ای میگفتن رو حرف امام حرف زدن چون که شدیدم آخره آقای مهدوی گفته قائم مقام که بوده فلانی چرا مثلا رد بگیرون گفتم معنی قائم مقامه این نیست که انسان بوده اخبر بگیر خبه کن بگیره این که نگه حالا خودش دیگه از نظر شرعی و فقهی اعدام به این صورت و بعد دست جمعی دفن کردن و حتی جای قبر رو هم نگفتن و حتی برنامه درست نیست حالا شاید آقا نمیدونم نظر مختلف بلخواه ما نظر اون رو گفتیم از آقا مطلع شدید که اجساد کجا دفن کردن؟ نه من چون من اینجا قوم بودم خبر نمیشتم مطلع همون اون قاضی خدا حفظش بود اون قاضی آمد گفتم روز پنجشنبه معلوم شد امام نامه رو نوشته روز شنبه ایشون آمد این نامه رو به ما داد نامه رو به کس نیم دادن به قضاست داده بودن که بر طبقش عمل کنن این قاضی اومد اینجا از من استفسار کرد که چه کنیم و من دیگه همون اقدام کردم ولی در این حال برای ادامه کشتارها پیام حضرت عالی مانعی شد و جلوگیری کرد از خیلی از ادامه پیدا کردن جلوترش هم من یادم است که دادگاه عالی رو که من تشکیل دادم برای جلوگیری از ادامه ها بود محمدی گیلانی خودش به من گفت من قاضی قضات اوین بودم و وقتی که شما دادگاه عالی رو تشکیل دادید این در حقیقت معنیش اینه پرونده‌ای که زیر دست منه بیاد اینجا شاگردای ما نقض کنن و من ناراحت شدم اما حالا میفهمم حق با شما و بعد من اومدم یه هیئت عفوی درست کردم یکیش خود محمدی قرار دادم گفت اقلا 6000 نفر از اونایی که اعدام حکم اعدام داشتن و دادگاه عالی اعدامشون جلو گرفته ما داریم آزادشون میکنیم هیچ خطری هم نداشت اما اول خب جو درست کرده بودن که اینا میخواستن کودتا کنن عمده شد که عملیات مرساد که مجاهدین بودن و میخواستن بیان دو ایران مثلا اون سبب شده بود دست اینا ناراحت شده بودن برخی میگن که دو سال آخر عمر آیت الله خمینی تصمیمات رو دیگران میگرفتن یکی از آقایون که مورد اعتماده الان قوم هست از فضلات نماینده مجلس هم بود آدم مورد هم خودش میگفت آقای فلاحیان به من گفت هر چه در رابطه با اطلاعات در سال دو سال آخر به امام نسبت داده شده ما اصلا امام رو نمیدیدیم ما با احمد آقا با هم تفاهم میکردیم به اسم امام عمل میکردیم اون به من همچنین من که حالا منشأ اثر نیستم در حاکمیت و بالاخره خواسته هایی که مردم داشتند و وعده هایی که خود مرحوم امام یا ماها به مردم میدادیم اینا عمل نشده همه شعار همه بود آزادی استقلال جمهوری اسلامی آزادی معنیش نیست یعنی مردم بتونن حداقل حرفشون بزنن ما که جرأت نداشتیم و جمهوری اسلامی هم یعنی حکومتی که مردم پای گذارش باشند مطابق در طبق نوازی رسون ما عملا میبینیم مردم رو دارن صحنه کنار میزنن بالاخره اونی که ما میخواستیم نشده
ولی ما قصدمون خیر بود. ما قصدمون این بود که در زمان حکومت شاه یه وقت ببینیم مثلا فرض بگیریم شاه یا نخست وزیر تصمیم میگه فلون کس نماینده مجلس فلون. من یادمه در نجف آباد ما صندوق ها رو پر کرده بودم، شب از تهران کسی آمد گفت باید همه صندوق ها رو باطل کنید، محمود محمود رو از صندوق درارید. اصلا مردم نمیدونستن محمود محمود چیه. خب یه دست به درباری دستور اومده بود. چون اینجوری بود ما میخواستیم که مردم میگفتن آزادی و یکم استقلال. آمریکا و دیگران تصمیم گیرم نباشن برام و جمهوری اسلامی متاسفانه عمل نکن. ولی حالا من جای منشأ اثر نیستم. آقایون حالا تصمیمات میگیرم دیگه. به ماها میگن چرا شما حرف حق رو میزنید. اینکه جمهوری اسلامی از مردم فاصله گرفت ایراد از سردمداراست یا ایراد از ساختاره؟ بالاخره من نمیدونم. مردم اونجوری که خواهش باشن نیستن دیگه. حالا اونا میگن مردمه، اونا میگن حکومت مردمه، ولی نه مردم نیست. ما بالاخره نظریات رو میگه. حالا یه مصاحبه داشتم ایشون گفتم مصاحبه اخیر ما رو بکنم. ما خاطرات رو گفتیم، خودم هم اولیش هم گفتیم. چند دفعه بررسی کردم آقایون میگن خاطرات مال فلانی نیست، دیگران تنظیم کرد. حالا ما مصاحبه کردیم گفتیم نه بابا ما خاطرات ما. بعدش گفتن یا لسارات نوشتید این مصاحبه هم دفترش هم ترکی تنظیم کردم بدون اینکه به ما میگن. مثل که ما را یه صحنه کنار میدونم در تو که نه بله. ما مصاحبه ما مالی ماست، نمیدونم کتاب خاطرات مالی ماست، اونی که نظرم بوده نوشتن. حالا آقایون میگن نه. من یه سوال فقهی بکنم. پایانی. سوال پایانی. نظریه آیت الله کمپانی در خصوص حکومت یکی از نظرات موجود که در کنار دیگر نظریات ولایت فقیه قرار میگیره. ایشون میگفت که این اصلا معنی نداره که بیان بگون که یه نفر فقیه در سیاست خارجی. هر کسی باید در همون سنخی که درش توقع داده اجتهاد دارن عمل کنه. این مثلا فردی معنی نداره که من بگم سیاست خارجی یا ارتباط با آمریکا مربوط به فقیه باشد. نه، فقیه به ما و فقیهون فقه بلده. اگر چنون که یه مسئله خواستیم بیانیم مطابق موازین اسلام سنت، اینو فقیه باید نظر بده. اما حالا ارتباط با آمریکا به مصلحت هست یا نیست یا مثلا فرانسه، اینو بایستی که عقلای قوم و متخصصین و کارشناس ها این فقیه کارشناس اینجور امور نیست بخواد دخالت کنه. معلوم کنبانی هر رجوع ما هم نوشتیم از ایشون. این نظر کمتر تبیین شده در جامعه؟ بله. من تو همون دیدگاه همون نظر ایشون هم نرد کردم. این حکومت مردمی و قانون اساسی